پنجم جمادی الاول میلاد زینب کبرا علیها السلام، بزرگ بانوی مجاهدان عاشورا، الگوی تاریخی زن انقلابی و رها. حضرت زینب، دختر گرامی علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا، در پنجم جمادی الاول سال ششم هجری دیده به جهان گشود. سالهای کودکی را در خانه کوچک و محقر علی در دامان فاطمه و پیامبر اکرم گذراند و شخصیت او در جوار آن اساره‌های جهاد و کمال انسانی شکل گرفت. زینب کبرا به خاطر هوش و فراست، دانش و ذهن روشن و پاکی ضمیر بسیار مورد علاقه و احترام حضرت علی و طرف مشورت او بود. هنگامی که امیرالمؤمنین علی زمام امور را به دست گرفت و مرکز خلافت خود را از مدینه به کوفه منتقل کرد، زینب نیز همچون حسن و حسین و همراه با همسر و فرزندانش به کوفه نقل مکان کرد تا کمککار پدر باشد. در کتاب‌های تاریخ ثبت شده که زینب کبرا در کوفه و مدینه جلسات علمی داشت که در آن جمعی از زنان را آموزش می‌داد. او در فهم و درک قرآن و حدیث در مرتبه‌ای بود که ابن عباس، که خود دانشمند و مفسر بزرگی بود، از او به عنوان عقیله ما یاد می‌کرد و زینب کبرا را عقیله بنی هاشم، یعنی بانوی خردمند بنی هاشم، لقب داده بودند. اما حماسه تاریخی زینب در فروغ جاویدان حسینی به اوج رسید، آنگاه که با یک انتخاب خارق العاده از همسرش عبدالله ابن جعفر، پسر عموی امام حسین، از بزرگان دوران جدا شد و در کاروان حسینی راهی سفر سرخ کربلا شد. زینب که در تمامی مراحل قیام حسینی همراز و همتای برادرش سید الشهدا بود، در هنگامه های طاقت فرسای حماسه ها و شهادت های عاشورا و در ابتلاعات بسیار دشوار پس از عاشورا، در رأس کاروان انقلاب حسینی وجود تاریخی جدیدی را به عنوان الگوی تاریخی زنان مجاهد و موحد عرضه کرد. غیر ممکن را ممکن ساخت و از جنبشی که قدرت مسلط زمانه با وحشیانه ترین و قساوتبار ترین شکل سرکوبگری میخواست شکست را به نامش ثبت کند، قدرتی شکست ناپذیر برآورد. حماسه زینب را شاید بتوان در کلام تاریخی او در کاخ ابن زیاد فشرده کرد، آنجا که در حال اسارت و در آن تعادل قوای بقایت نابرابر و به رغم مواجه بودن با داغ و درد جانسوز شهادت‌های عاشورا، با شجاعت و ایمان و قدرتی غیر قابل وصف، صحنه را در کاخ حاکم جبار به کلی در هم ریخت و در توصیف تمامی آن ابتلاعات دشوار رو در روی ابن زیاد گفت: ما ارا الا جمیلا، من این همه را جز زیبایی و جمال نمی بینم. زینب علیه السلام در رویارویی با یزید و در کاخ او در شام نیز همین صلابت را وارث کرد و خلیفه جائر و خوناشام را چنان در تنگنا قرار داد
که کاروان اسیران قیام حسینی و زینب کبری را به مدینه برگرداند. اما دیری نپایی که فرماندار مدینه به یزید نوشت: زینب سخنوری فصیح، دانا و خردمند است. او و همراهانش عزم دارند تا جهت انتقام حسین علیه السلام دست به قیام بزنند و یزید وحشت زده دستور داد که زینب کبری از مدینه به نقطه‌ای غیر از وطن تبعید شود تا حاکمیتش از بزرخشانی انقلاب توسط بانوی بزرگ رهایی در امان بماند. اما این هم اشتباه دیگری به بزرگی تاریخ بود، زیرا زینب کبری از سال 62 هجری که در غربت و تبعید با زندگی ودا گفت، به عنوان الگوی رهایی و در هم شکننده زنجیرها و در هم کوبنده جباران تا همیشه تاریخ الهام بخش و طوفان آفرین باقی ماند.